امروز هم با معرفی یکی دیگر از فیلم‌های برتر سینمای جهان با شما عزیزان هستیم. با من همراه باشید. میدونی دلیل زنده موندن چیه؟ اینکه تو یه دختر خیلی خاصی. رین 13 سالم بود. اولش فکر میکردم یه جور رویی هست، ولی بعدش یه لحظه کنترلم از دست دادم. اینجا یه بیمارستان نیست، یه زندانه. سام، اولش با دف شروع شد و بعدش مردم صدمه دیدن. روبرتو، دوست دخترم یه بلوند بود. نه! ایلیانا، من 18 تا مرد رو کشتم، اونم دونه به دونه. اون اینجاست. اگه با هم دیگه باشیم میتونیم از وسطش بر بیاییم. آخرین چیزی که یادته چیه دنی؟ یاد بگیری بتونی توش زندگی کنی، بعدش میکشتت. این که اون گفت ما باید فرار کنی. فکر میکنم ما برای تهم اونجا باشیم. اینجا اینقدر تو رو توی خودش نگه میداره که. What's happening? We have to run as fast as we can. Wait. You're my lookout. Run, you girl, run! Like practice? I don't know. There aren't any cameras in here, are there? Only safe place in the building. But there could still be mics, so... I killed you. Oh my God.
Is that real? That's real. See, I told you this shit's real. که در خودشون توانایی‌های خاصی رو می‌بینن، برخلاف میلشون در یک تأسیسات مخفی زندونی میشن. اونها تصمیم می‌گیرن برای رهایی از وضع فعلیشون اقدام به مبارزه کنن تا گناه‌های گذشته‌شون بخشوده بشه و جان خودشون رو هم نجات بدن. جاش پون کارگردان فیلم گفته که از فیلم‌های پرواز بر فراز آشیانه فاخته، درخشش، کلوپ صبحانه و کابوس در خیابان الوم برای ساخت این فیلم الهام گرفته. فکر میکنم ما برای تهم اونجا باشیم. اینجا اینقدر تو رو توی خودش نگه میداره که تاریخ اکران جهش یافته های جدید 4 بار تغییر پیدا کرد که این مسئله پیشتر بی‌سابقه بود. در ابتدا قرار بود این فیلم در اپریل سال 2018 اکران بشه که به دلیل عدم هماهنگی در تولید 1 سال به تعویق افتاد. پس از خرید کمپانی فاکس توسط دیزنی دوباره دیگر تاریخ اکران فیلم تغییر کرد و در نهایت نیز به دلیل پاندمی کرونا اکران آن را به 28 آگوست 2020 موکول کردند.